سلام به ویدیوی دیگه، خیلی خیلی خوش اومد دوستان. امروز قراره که بسیار 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 ویدیوی خفن مربوط میشه به سه ترکیب برتر حال حاضر کلش رویال بعد از تغییر متایی که انجام شد و صورت گرفت. دوستان این سه تا ترکیب میتونه شما رو از مید لدر نجات بده. تا انتها همراه من باشید تا سه ترکیب برتر رو توی این سیزن، توی سیزن بعد، توی سیزن شاید آینده ی آینده بهتون میخوام معرفی بکنم. دوستان این سه تا ترکیب مرگ ندارن، شما هر وقت بخواید اراده کنید الان میتونید باش بیاید لدر، نمیگم تاپر، ولی میتونید بیاید توی از میدلر حداقل بیاید جلوتر و خلاص بشید. این سه تا ترکیب رو حتما ببینید چون قراره که تو گرند چالش تست بشه. دوستان عزیز من، قراره که توی هر بتل و توی هر ترکیبی که میخوام بهتون معرفی بکنم یه سری فکت راجعش بگم قبل از اینکه بتل رو شروع بکنم. دوستان این ترکیب یاد کی میندازه شما رو؟ دقیقاً دنیسیتو. دوستان پلیری که تا قبل از این سیزن فقط با این ترکیب بازی میکرد همون دنیسیتو معروفه، دنیسیتو پرو ایکس، اونا که قدیمی ترن پرو ایکس آخرش شاید بشناسن. دوستان از این سیزن به بعد دیگه قرار نیست فقط دنیسیتو دارنده اسکیل های این ترکیب باشه، چون انقدر این ترکیب قرار زیاد و باورتون نمیشه و شاید بگم 50% ترکیب های از الان به بعد حول محور همین ترکیب قرار بچرخه. حالا شاید یه تغییرات کوچیک بعضی از پلیرها، تاپ لدر پلیرها بدن به این ترکیب، ولی بیس اصلی این متا یه شاخش برمیگرده به جاینت و در واقع هوگرایدر. جاینت اسکلت و هوگرایدر یه کمبوی بود، یه ترکیبی بودش که خیلی وقت بود فراموش شده بود، ولی این سیزن قراره که خیلی خیلی زیاد در واقع از این ترکیب ببینیم بدون هیچ حرف اضافه‌ای. بریم بچه دو تا بتل تو گرند چالنج باش بزنیم و تستش بکنیم ببینیم آقا چطوریه. اسکیلاشو بهتون میگم. خب دوستان عزیز، بدون معطلی خاصی بتل اول رو با هم دیگه داریم. چی شد؟ یا خدا دهنت سرویس، از کجا فهمید من چی میخوام بندازم؟ بچه ها من این چند ده ثانیه اول بازی نبودیم چه بلایی سر تاورمون اومد. اتفاقا یکی از سرکیب هایی که میخوام توی این ویدیو بهتون معرفی بکنم نه دیگه این نیست، بکردم پیکا بریج اسمم، ولی یکی از سرکیب هایی که میخوام بهتون معرفی بکنم یکی از ورژن های پیکا بریج اسمم، نه این نسخه ای که شما هممون میشناسیم، این نسخه کاملا جدید از ترکیب پیکا بریج اسمم قراره که ترند بشه. من قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم با یه نفت و دفت ترکیب هایی که در واقع انتخاب کردم و به اشتراک گذاشتم، اون بهم گفت همین ترکیب عالیه. یعنی این سه ترکیبی که قراره شما ببینید با فکر من و این 727 بوده. من ترکیب رو به این دیشب فرستادم گفتم که نظرت راجع به این ترکیبا چیه و اونم گفتش که عالی و این سیزن میتونه زیاد باشه. و من بعد از اینکه این در واقع تایید کردیم ویدیو رو براتون دارم میگیرم، پس یه ویدیو جدی و فوق العاده رو قراره با هم دیگه شاهد باشیم. دوستان این دمیجی که میبینید گرفته واقعا مفتی مفتی بود، مثلا شخمی شخمی گرفت، ولی خدای خوب تونست عروزش رو بزنه. اینو باید گفت دیگه، حقایق رو باید گفت. دوستان این ویدیو رسما شروع این سیزنه، رسما در واقع استارت ویدیوهای این سیزنه که میخوام این سیزن سنگ تمام براتون بذارم. بیشتر از اون چیزی که تو الان شاهد بودید از من، حتی میخوام بهتر از عمل کردی که تو این چند ماه اخیر که واقعا خوب بوده به نظر من، حتی از اون موقع براتون میخوام بهتر بکنم قضیه رو و امیدوارم که خوشتون بیاد. همینه، یه دونه فایربال، بسیار عالی. هولی شیت، به خیلی گذشت، واقعا به خیلی گذشت این حملش. ما یه ویزارد میزنیم دوستان، ویزارد متاسفانه توی چلنج ها ایولوشن نیست. حالا شما فکر کنید ویزارد ایولوشن هم وارد جریان بشه، خیلی قراره این متا عجیب غریب ترین در واقع متا شاید کلش رویل باشه، ولی جذابه برای مید لدر پلیرها. واقعا این متا میتونه جذاب باشه. اول نایت ایوا رو میفرستم بره، بعد جاینت اسکلت، بعد هوگرایدر و بعد هم یه دونه لاگ و
کار کاملا تموم بشه. یه ضربه دیگه و جی جی اند ویل پلید بتل اول رو بچه ها به همین سادگی که مشاهده کردی توی گرند چلنج شونستیم به دست بیاریم. و دوستان از یه موضوعی هم بهتون بگم، حالا بتل بعدی بهتون میگم، الان دیگه نمیشه. آره بچه داشتم میگفتم توی این ویدیو قراره که با هر ترکیبی که بهتون معرفی میکنم که سه تا هم هست، دو ترکیب برتر حال حاضر بازی هست، دو تا بتل توی گرند چلنج براتون بزنم تا سطح تا خدا بالا باشه بچه. و این موضوع که در واقع این ترکیب از خود دنیسیتو ساخته شده رو یادم رفت بهتون بگم، یعنی سازنده این ترکیب دنیسیتو بوده و قرارم نیست دیگه این سیزن فقط دنیسیتو باشه که ازش استفاده میکنه، چون بهتون توضیح دادم این ترکیبیه که این سیزن قرار ترند بشه. دقیقاً یادم نشه، خود کمتر ولی شبیه به همون چیزی که سر جاینت اومد، ترکیب جاینتو یادتونه چقدر دن سرویس همه رو اذیت کرد، واقعا همچنان هم به نظرم میتونه اذیت بکنه، شاید شبیه همون بشه. یا خدا ترکیبای مید لدری، یه دونه تورنادو بومبره ایو خوب زد، ویزاردمو نابود کرد. اسکیت آرمی بذاری بره جلو و بعد باش و گرایدر رو بزنم. اوکی بچه شاید باورتون نشه ولی این ترکیب قراره اشک در بیاره. من دیشب داشتم با یه نفت و دو هفت صحبت میکردم تو توییتر، گفتم که آقا من فردای ویدیو دارم ازش نظرم رو خواستم، آقا این ترکیب عکس براش فرستادم و نظرش رو خواستم ببینم چطوری نظر کسی که بالاخره بارها رنکی که دنیا زده چیه راجع به ترکیبی که امروز قراره بهتون معرفی بکنم. بچه‌ها ین خیلی خوشش اومد از ترکیب‌ها، یه دونه از ترکیبی که خودم انتخاب کرده بودم و جایگزین برام فرستاد، حالا بهتون میگم کدوم ترکیب این ترکیب است. این ترکیب رو واقعا خودش تایید کرد، خودش گفت که این ترکیب رو حتما انتخاب کن برای ویدیو اگه می‌خوای بسازی، ولی یکی از ترکیب‌ها رو برام تغییر داد، حالا بهتون میگم کدومشون بود که فکر نمی‌کنم تغییر بده. یعنی من فکر می‌کنم مثلا این متا همون ترکیبیه که قبلا می‌خواستم در واقع بهتون معرفی بکنم و یه این گفت این کار انجام نده، فکر میکنم همونه، ولی خب حالا خودتون میبینید دیگه منظورم از این ترکیب چیه. و خلاصه که شما تایید این 727 توی این ویدیو دارید و خب سطح تا خدا بالاست، سطح ترکیبایی که میخوام بهتون معرفی بکنم یه جورایی اسپویل آینده است، چون این ترکیب قرار زیاد بشه. خود دنیسیتو بچه این موضوع رو بهتون میگم توی توییتر توییت زده که آقا من برمیگردم بعد از چندین ماه میخواد برگرده و خیلی قابل پیشبینی بود، چون ویزارد اینم بهتون میگم ویزارد خب توی چالش ها فعلا نمیشه ازش استفاده کرد، اگه ویزارد توی چالش ها میشد ازش استفاده کرد که الان من جر داده بودم همه رو بچه. خیلی خوب دوستان عزیز، همونطور که تو تصویر نگاه میکنید دومین ترکیب برتر تو این متا مطمئنن جز این نیست. دوستان این ترکیب ترکیبی بودش که واقعا عشق خیلی ها رو در آورد تو سیزن گذشته و مطمئن باشید این عشق در آوردن ها ادامه داره، یعنی حداقل چیزی که شما خواهید دید دو سه سیزن دیگه تا یه نرف اساسی بخواد بشه این ترکیب جا داره تا پلیر رو اذیت بکنه. سیزن گذشته یه فکتی راجع به این موضوع و این ترکیب بهتون بگم، سیزن گذشته از 100 نفر برتر کلش رویال 12 اکانت با این ترکیب در واقع رنکش زده شده، 21 و 22 توسط زودیا که در واقع تاکسیک و پلیرهای دیگه که با این ترکیب واقعا خوب عمل کردن، مثل بانا، مثل خیلی ها بودن بچه ها، واقعا اسمشون خاطر ذهنم نیستش، ولی واقعا یکی از اون ترکیبایی بوده که بعد از ترکیب جاینت خیلی ها راضیت کرده. اگه بخوام ترکیب دومی بخوام نام ببرم که مثلا به عنوان اینکه اذیت کننده ترین ترکیب برای تاپ لدر پلیرا بوده قطعا همینه. باشه چند تا بچت میذارم دو سه تا و ببینیم که قدرتش چقدره و میتونه چقدر باشه، چون الان متا تغییر کرده و تو گرند چلنج قرار تستش بکنیم و ترکیبای حریف مطمئنا ترکیبای جالبی میتونه باشه. خیلی خوب دوستان عزیز، بریم بتل سوم توی این ویدیو و معرفی ترکیب دومش.
دوستان احتمال داره که من بخوام با این ترکیب بیشتر از دو تا بتل بزنم، چون حالا بهتون ثابت میشه بچه‌ها این ترکیب واقعا حریفاشو خیلی راحت از بین میبره. الان جدای ترکیبی قراره بازی بکنیم که واقعا میتونم بگم دوباره میتونه برگرده. حالا این چند سیزن رو نگاه نکنید که خیلی اذیت شدن پلیرای هوک رایدر، ولی اون توضیحاتی که راجع به ترکیبای هوک رایدر دادم همونایی که در واقع گفتم قرار بشه که قرار هستش که بشه و ترکیبای انواع ترکیبای هوک رایدر به نظر من برمیگردن این سیزن. ما منتظرش باشیم، باید منتظرش باشیم و الان مشاهده میکنیم تستا رو خراب میکنه و گودمی که گرفته رو تاور. این ترکیب رو من مثل همون ترکیب جاینته، مثل همون ترکیب هوک رایدر زیاد اسکیل خاصی ازش نمیدونه، ولی خب تمام تلاشم رو میکنم تا یه گیم پلی بی نقص رو ازش ببینیم با هم و صد صدم رو میذارم جلوی این ترکیب و در واقع با این ترکیب، چون گفتم حداقل سه تا بتل میخوام با این ترکیب بزنم، چون ترکیبی نیستش که با یکی دوتا بتل بتونیم در واقع باش آشنا بشیم. این ترکیب گالم شاید نو اسکیل به نظر بیاد، ولی واقعا توی تاپ لدر و های کاپ، اون کاپ خیلی بالا بخواید نه نظر بگیریمش، کار خیلی سختیه باش بازی کردن، خیلی کار سختیه. شما اگه سیزن گذشته ویدیوهای ریاکت من به بانا رو دیده باشی کاملا این موضوع رو درک میکنی که چرا میگم توی تاپ لدر بازی کردن با این ترکیب فوق العاده سخته و پلیرای خاص خودشو داره که اگه بخوان رنک خوبی بزنن یا هر چیزی. خب هوک رایدر رو احتمال داره که آخ بچه من هیلر رو میخواستم بزنم، بچه من دستم بد رفت، میخواستم هیلر رو بزنم بعد تورنادو رو بزنم، اصلا حیف شد. من لیتل پرینس رو اصلا نمیخواستم بزنم، دستم بد رفتش. اوکی دوستان، گالم از سمت چپ از بکش پلی میدیم و منتظریم تا خب دیگه تاوره سمت راست افتاد، کاری باش نداریم و بعد تمام کارت ها رو برای سمت چپ در واقع بریزیم، یه بربریان از سمت چپ سمت راست بزنیم بچه‌ها و بعد یه دونه تورنادو که کارو در میاره. بله دوستان عزیز، این ترکیب با تورنادو و البته با هر روشی که نه، ولی خب اگه با تورنادو خفن تورنادو زن خوبی باشی با این ترکیب واقعا میتونید بچه‌ها رنگ خوبی بزنید، چون چیز خاصی نداره. به چشمم واقعا میاد که چیز خاصی نداره ها، منظورم اینه که اسکیل مثلا ترکیبای هوک رایدر رو قطعا نداره. شما اگه یه ذره با این ترکیب یاد بگیری و چیزش بکنی، من این کلا در کل این ترکیب رو به بیشتر دوستان در واقع معرفی میکنم و پیشنهاد میدم. البته اونایی که هوک رایدر پلیرن که بسشون جداست، اون تقریبا 7-8 دقیقه اول ویدیو واسه اونایی بود که با هوک رایدر بازی میکنن و بازی میکردن و خیلی خوشحالم از اینکه هوک رایدر دوباره برگشته، چون ترکیب خوبیه، من خیلی از هوک رایدر خوشم میاد. ولی اونایی که هوک رایدر از قبل بازی نمی‌کردن، بهشون اگه یه ترکیبی باشه که بخوام پیشنهاد بدم برای مکس کردن، همین ترکیبه بچه. ترکیب بعدی هم هست، حالا اونو بهتون نشون میدم که چیه، ولی اون اسکیل بیشتری میخواد. اگه دنبال ترکیبی که ترکیبی هستید که اسکیل کمی بخواد و خیلی راحت بتونید حداقل یک سال خودتون تامین باش ببینید، حداقل دارم بهتون میگم، چون گالم هیچ وقت مرگی نداشته، حتی مرگ ترین سیزنش هم پلیر خاص خودشو داشتن که بیان بالا. این نشون دهنده اینه که اگه شما هم بتونید به اسکیل مناسبی برسید، خب مطمئنا خب میتونید اون عملکرد خاص خودتون رو به نمایش بذارید و این ترکیب به همه اونایی که میخوان یه ترکیب رو مکس بکنن و باش بازی بکنن پیشنهاد میدم. خلاصه بریم بتل بعدی رو با این ترکیب بزنیم. خیلی خوب عزیزان دل بنده، بریم بتل بعدی از این ترکیب فوق‌العاده تو لیست سه ترکیب برتر حال حاضر بازی که این دومیش هست و اون ترکیب برتر دیگه فکر کن این چیه که از این بهتره. نمیشم بگم از این بهتره، ولی واقعا رنگ‌هایی که باش زده شد اینو نشون به ما میده. شاید من مثلا ترکیب برتر رو بهتون نشون بدم بگید آقا این از اونم بهتره، شاید اینطور باشه، ولی رنگ هایی که باهاش زده شده کاملا بهتر بوده. حالا بهتون نشون میدم ترکیب جاینت نیست بچه ها، جاینت دیگه مرد، جاینت مطمئن باشید این سیزن دیگه به اون اندازه نخواهد بود، ولی اینو مطمئن باشید ترکیب بعدی که بهتون نشون میدم هم سیزن پیش بود و هم این سیزن مثل همین ترکیب قراره که باشه. ترکیب حریف بچه همو شده میکنیم اسپلش یارده که فکر نمی کنم ترکیبای اسپلش یارد
در واقع برگردن بخوان کامبک یه چیزی بزنن، نه فکر نمی کنم اتفاق بیفته، چون اسپلش یارد هم دقیقا مثل هوگ رایدر شد قضیهش. خیلی خیلی بلا سر این ترکیب اومد، ولی فکر نمی کنم بخواد با این متایی که دارم مشاهده می کنم الان یه اتفاق خاصی برای اون ترکیب بیفته که اسپلش یارد مثلا کامبک یه چیزی بزنه، نه فکر نمی کنم اتفاق بیفته. بچه ها مشاهده می کنیم که چقدر راحت و استثنایی حریف نابود میشه. حالا بتل قبلی رو نگاه نکنید، من سوتی عجیبی دادم ولی بازم بردمش. ترکیب واقعا آنتی متاه، اینطوری بخوام بهتون بگم، بخوام این ترکیب رو براتون معرفی بکنم و تو دوتا کلام بگم آنتی متا، یعنی بیشتر ترکیب های متا رو میزنه همین ترکیب گالم. منتظر باشید تا یه بتل دیگه با این ترکیب بزنیم، چون واقعا کم شد دیگه معرفی این ترکیب کم شد، میبینید دیگه حریفا راحت از بین میرن. یه بتل دیگه باش بزنیم و بریم برای معرفی ترکیب برتر حال حاضر بازی. عزیزان دل بنده، بتل سوم با ترکیب گالم رو با هم دیگه شاهد هستیم که گفتم گالم فرست بده عشق منه بچه ها. گفتم بچه ها چون که تایم معرفی این ترکیب خیلی کم شد به خاطر قدرت خیلی زیادیه که البته این ترکیب داره، میخوام که یه بتل دیگه باش بزنم. جو انتگری بیار از سمت چپ، حریف دیدش من گولم فرست پلی در واقع انجام دادم، پشمان شدید خصد کاملا مشخص بود. خب تا بره سمت راست که مطمئنن افتاده، من یه تورنادو میخوام بزنم تا قفل نشه روی گالم و گالمو خیلی راحت از دست ندیم، چون این گولم میتونه تا حتی کینگ تاور هم بره. حریف فکر نمی کنم اکسیر خاصی بخواد داشته باشه، میخوام برم برای سر کردنش. اگه این اتفاق بیافته دیگه واقعا این ترکیب نشون میده که هیچ اسکیلی نه، نمیتونم بگم این حرف و جمله رو، ولی مطمئن باشید هر دقل اسکیلی که میخواد 10%، 90% همینجوری کارت بندازید. آقا آره دوباره سش بود تو گرند چالنج داریم نابود میکنیم، باورش سخته بچه. ترکیب حریف هم واقعا خوب بود، جنت گوی بیارد بود، واقعا سخته. این باور یه همچین مسئله ای که یه ترکیبی هست شما میتونی با 10% اسکیل حریفتو نابود بکنی، 100% این ترکیب رو به تو معرفی میکنم. بریم برای معرفیه بهترین ترکیب حال حاضر بازی که یه اختلاف خیلی کمی داره با این ترکیب، ولی اون بهترینه. بله دوستان عزیز، بله شاید خیلی هاتون این حدس رو میزدید که این ترکیب رو بخوام بهتون معرفی بکنم. چرا این ترکیب رو بهتون معرفی کنم به نظرتون؟ چرا اول موضوع رو بهتون بگم که آقا چون که توی چالش ها نمیتونیم از پویزن جدید استفاده بکنیم، بخاطر همینه که من تو ترکیب نیاوردم، وگرنه به شما این چیز رو میدم، در واقع این نوید رو میدم، اگه به جای اروز بیاریدش قدرتش 10 برابر میشه یا حتی زب. حالا اینکه بین در واقع به جای اروز بذاریمش چه زب، این زمان مشخص میکنه، اینو باید ببینیم که جورج لوئیس خودش به جای کدوم میذاره. ولی خب من تو توییت جورج لوئیس داشتم میگشتم، گفتش که من کارت وید یا پویزن جدید رو قرار توی ترکیب جاینت گریویاردم بیارم، و وقتی که اونو دیدم مشخص شد برای من، کاملا مشخص شد که یکی از بهترین، از نظر من بهترین ترکیب این متا قرار همین ترکیب باشه، جاینت گریویاردی که واقعا چندین سال بدون اینکه قدرتش کم بشه داره ادامه میده کار خودش. چرا؟ شاید مثلا بعضی از سیزنا یه درصدی از این قدرتش کم میشد، ولی واقعا بچه یکی از پایدارترین ترکیب های بازی بود. اگه بخوام بهتون یه ترکیب پایدار برای اینکه 3-4 سال آیندهتون تعمیم بشه رو معرفی بکنم، مطمئن باشید همین ترکیبه، حتی از اون ترکیب گالم پایدارتره. گولم از اول کلش رویال بوده و همچنان خواهد بود، ولی احتمال اینکه اون ترکیب ضعیف بشه به مراتب از این بیشتره. متوجهید بهتون چی میگم؟ این نسخه جنت گریویارد مرگ نداره و همچنان میتونم بگم با ترکیبی که جورج لوئیس توی سیزن گذشته زد، دیگه این برام ثابت شد. رنگ دو زد بچه ها، به هم ثابت شد که این ترکیب میتونه بهترین ترکیب حال حاضر بازی باشه نسبت به تغییرات اعمال شده. دارم به تو میگم بریم چند تا بتل باش بزنیم تا بهمون ثابت بشه. دوستان عزیز بنده، بریم بتل فکر کنم پنجم یا ششم رو بزنیم توی این ویدیو و
معرفی بهترین ترکیب از نظر خودم توی این متا و متاهای شاید آینده، چون این ترکیب میگم مرگ نداره، بازم بهشون تکرار میکنم مرگ به هیچ عنوان نداره و نخواهد داشت. زب اینه، زب بزنیم چون بومبر تنها نابود میکنه. اوکی بد سو زدم. مثلا ترکیب حریف همونیه که سیزن پیش به عنوان نو اسکیل ترین و البته اینم بهتون میگم ناپایداره ها، این ترکیب قدرتش ناپایداره. اگه از الان دارید در واقع پول میلا رو جمع میکنید، استکمکار رو جمع میکنید، چه میدونم ویلد کارت رو جمع میکنید، ترکیب بالا رو مکس کنید، بهتون پیشنهاد نمیکنم ها، این ترکیب ناپایداره. این ترکیب نهایت قدرتی که بخواد بذاره همین سیزنه. از سیزنهای بعد دیگه جاینت و اینجور ترکیبا به هیچ عنوان نمیتونیم پیدا بکنیم. تک و توک، شاید تک و توک بمونه این ترکیب، ولی به هیچ عنوان، مثلا اگه شما این ترکیب رو مکس بکنید و بیایید توی لده، به هیچ عنوان در نظر نگیرید بچه ها، چون ضعیف میشه. یکی از ببینید هر متا کلش رویال میاد قوی ترین اون ترکیب اون سیزن رو ضعیف میکنه، هیچ وقت نمیاد ترکیبای همیشگی کلش رویال رو بهش دست بزنه. مثلا شما دیدی تا حالا چرا هوگ رایدر یه استثنا بود، هوگ رایدر به خاطر کارت های جدیدی که اومد ضعیفش ضعیف شده خورده. یا اسپلش یارد، اسپلش یارد البته اونجوری نشد، سیاک رو یادتونه بچه ها، سیاک با اسپلش یارد نسخه جدید چه کارهایی انجام داد، واقعا رنگ های خفنی زد. ولی بچه ها ترکیبایی که بهتون امروز معرفی کردم پایدارترین ترکیب های حال حاضر بازی هست و این آخری، مخصوصا این آخریش، و راجبه ترکیب اول هم بخوام بهتون بگم اون پایدار نیست، طبیعتا پایدار نیست، ولی اگه مکسش دارید خب انتخاب خیلی خوبی برای بازی کردن توی این سیزن. خب یه بولر بزنیم، خود داره سخت پیش میره بچه ها، اگرم به بازم براتون میذارم، من که میشناسید من حذف نمی کنم چیزی رو. بعد آخ چه دمیجی وارد شد بچه ها، چه دمیجی وارد شد. لیتل پرینس از سمت راست و فقط و فقط 10 ثانیه تا اوورتایم باقی مونده، یه بولر از سمت راست زده میشه دوستان. کارم خیلی سخته اینجا، یه دارک پرینس این حمله رو بتونم به خوبی بگذرونم. نزن، وای شانس آوردم، جاینت از رو پول، یه دونه بعد سیو و لوشن، سریع روز رو بزنیم، وای این چیزی که میخواستم به دست نیمت. بچه ها این ترکیب یه خورده سخت بازی کردم باش نسبت به ترکیب گادم، ولی اگه دنبال ترکیب کاملا پایی دارید اینو بهتون پیشنهاد میکنم، وگرنه اسکیل خوبی میخواد، این باید حداقل 40% 50% ماجرا رو ببندید. میگم اگه دنبال ترکیب کاملا پایی دارید دیگه، وگرنه که نه. اوکی سریع عروس، سریع یه دونه دیگه بزن، گریویارد کارو در آورد، 294 تا، وای بچه ها ما این بچه رو باختیم، میذارم من ببازم ببرم برام فرق نمی کنه، میذارم بچه ها. ولی بچه ها این ترکیب واقعا، حالا من درست اسکیلاشو بلد نیستم، اسکیلاشو قطعا بلد نیستم، من این اولین بار دارم با این ترکیب این چند وقت اخیر بازی میکنم، طبیعتا انتظار جورج لوئیس گیم پلی جورج لوئیس نمید داشته باشید، ولی این ترکیب بچه ها برید پیش، اگه دنبال ترکیبید و ترکیب خاصی ندارید برید پیش، حداقل برای یکی دو سال تأمینید. خب دوستان یه بتل دیگه با این ترکیب بزنیم تا یه با پیروزی ویدیو رو تموم بکنیم، امیدوارم ببرن بتل رو. دروید از سمت راست جوینت رو میزنم، بعد سانی خود رو باید تمرکز کنم ببینم کار در میاد یا نه، ترکیبش سخته، ورژن این سختی داره بازی میکنه، اگه پلیر باشه فکر نمی کنم شانس زیادی باید داشته باشم جدا این ترکیب. برحال
دارک توی جاینت سمت راست که جلاد کارت همون نابود نکنه دیگه، حیفه. بعد سریع روز چی دمیجی وارد شد مفتی مفتی. تمرکز گذاشتم رو بازی بچه یک کامبک بزنم. دارک باید این بازی رو ببرم. بولر گریویارد بچه ای باستم تو راست جلده دن سرویس باید بمیده. جاینت گریویارد که روز کار تموم ها بچه ها کار در اومده. بولر یه دونه بزن، یه دونه، دوتا بچه ها، دوتا سومی هم زد بچه، سومی هم به تابر خورد زپه ایبو فرسید به تابر. او مای گاد او مای گاد خیلی خوب پیش رفت این بازی، یه کامبک فوق‌العاده تا الان میتونستم بزنم. جاینت سریع روز دارک یه لحظه من گریویارد رو بزنم دیگه، باید سریع کار تمام بکنیم. با پویزن هم داره، خیلی نسخه سختی، یکی از فولزت ترین ترکیبا بود بهم خورد. خب الان باید فقط چند تا کارت رو اسپم بکنم تا زپ و عروز در دستانم بیاد. یه دونه دارک زپ رو پول و عروز هم روی پول و تمام. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان. شما هم نظرتون راجع به سه ترکیب برتر برای من کامنت کنید، ببینم ترکیبی که شما انتخاب کردید چیه، حتما بهم بگید، خوشحالم می‌کنید و لایک ویدیو رو اصلا فراموش نکنید. تا ویدیوهای آینده بدرود.